سلام دوستان با آموزش مدیریت پروژه و نمرفزار آفیس پروژه در خدمتون هستیم در جلسه قبل در خصوص تخصیص منابع و وارد کردن منابع و همچنین برنامه ریزی اونها در MSP گفته بکردیم کردیم در این جلسه میخوایم در مورد مدیریت هزینه ها یه پروژه با هم صحبت کنیم همونطور که خاطرتون هست پس از اینکه که منابع رو برنامه کردیم نوبت به مدیریت و برنامهریزی میشه خب مدیریت هزینه لغتی هستش که فقط واسه برنامه‌ریزی به کار نمیره و برنامه‌ریزی و کنترل رو با هم در پی داره اما خب ما تو این قسمت فعلا در مورد برنامه‌ریزی صحبت میکنیم و در خصوص کنترل اون در بخشی که میخوایم در مورد کنترل پروژه صحبت کنیم گفته بخوایم کردش فرایند مدیریت هزینه فقط باسه یک پروژه نیست و در تمامی کسب و کارها شامل میشه به چه صورت؟ خب کسب و کارها و سازمانها کارهایشون به دو قسمت تقسیم میشه یه سری کارها هستش که به صورت فرایندیه و روزانه انجام میشه یه سری کارها هست که به صورت پروژهیه حتی یه سری خورده هم هستش که حالت پروژه خیلی کوچیک تسکای خیلی کوچیکی که شاید بعضی وقتا تعریف بشه ولی عمده کارها به صورت پروژه یا فرایندیه که ما از بحث مدیریت هزینه واسه برنامه و پیشبینی بودجه استفاده می کنیم که ببینیم چه مقدار بودجه لازم داریم تا کارهای سازمانمون رو انجام بدیم و اون مقدار بودجه رو به صورت بهینه مصرف کنیم و در زمانی که لازم هست تعبیه کنیم برای این کار ما بیشتر در مورد خب پروژه میخوایم صحبت کنیم و کارهای فرندی در نظر نداریم برای کارهای پروژه ما سه تا قسمت رو باید انجام بدیم اول از همه باید تخمین هزینه بکنیم و هزینه هایی که لازم هست رو پیش بینی کنیم ببینیم چقدر پول لازم داریم چقدر سرمایه لازم داریم بعد بودجه بندی کنیم یعنی بگیم آقا واسه هر کار واسه هر پروژه و هر فعالیت چقدر بودجه باید تبیه بشه کی باید در چه زمانی و سرمایه گذاری کنیم و از چه طریقی حتی سرمایه گذاری رو انجام بدیم وام بگیریم پول نقد داشته باشیم و غیره و در آخر کنترل کنیم این هزینه و مخارجمون رو که بر اساس اون پیش که انجام دادیم و چیزی که در نظر گرفتیم حداقل هزینه ها انجام بشه و خب بتونیم با کمتر خرج کردن و به راه خرج کردن پروژمون رو پیش ببریم هزینه های پروژه به دو صورت تقسیم میشه یکی هزینه های مستقیمه هزینه های مستقیم هزینههایی هستش که بر روی فعالیت ها تاثیر میذاره و ما میتونیم به تفکیک اونها رو بگیم آقا این فعالیت اینقدر هزینه داره و مثلا اینقدر پول کارگر باید بدم اینقدر پول جر باید بدم فلان باید پول جمعه. مثلا سیمان بدم پس به تفکیک فعالیت میتونم هزینه رو پیش بینی بکنم و باید توجه داشته باشیم هر چقدر که زمان کاهش پیدا بکنه خب این نوع هزینه ها افزایش پیدا میکنه چرا؟ به خاطر اینکه اگر من یه فعالیتی رو بخوام با یه کارگر انجام بدم زمانش طولانی تر میشه اما هزینهش خب کمتره وقتی که من بخوام دو تا کارگر واسه اون تخصیص بدم بیشتر پول میدم زمانش هم کاهش پیدا میکنه پس مثل این میونه که هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری و به خاطر همین وقتی که زمان کاهش پیدا میکنه هزینه افزایش پیدا میکنه تو این شرایط خب اینجا یه سری مثال هستش مثل هو دستموز، ماشین منابع مصرفی و غیره یک نوع دیگه از هزینه ها هزینه, هزینه غیر مستقیمه که خب خیلی ها اسمش رو شنیدم هزینه غیر مستقیم بر کل پروژه تاثیر میذاره مثل آب ج... گاز جریمه دیرکرد برق و غیره اینا رو ما نمیتونیم روی فعالیت ها تفکیک بکنیم و اصولا وقتی که زمان افزایش پیدا میکنه این هزینه هم افزایش پیدا میکنم مثل اینکه خب هر چقدر پروژه من دیرتر تمام بشه من بیشتر و پول و برق و رو غیره بدم پس قابل درکه ما وقتی که میخوایم تخمین هزینه کنیم در ابتدا هزینه های مستقیممون رو پیش بینی میکنیم و سپس میایم هزینه های غیر مستقیم رو هم یه پیش بینی کلی میکنیم جمع این دوتا میشه جمع یعنی کل هزینه ای که بر پروژن در نظر بگیرم خب وقتی که من میخوام هزینه مستقیم این بیشتر واسه هزینه مستقیمه خب میخوام هزینه مستقیم رو پیش بینی بکنم یا به دست بیارم میام ابتدا هر یک از این فعالیت هایی که وجود داره رو توی WBS بی اس هم هزینه هاشو شناسایی میکنم جمع این دوتا میده باکس بالایی و خب همینطور میام سطح بالاتر که جمع اونها میده هزینه کل پروژه من و به این نمودار دیگه میگیم سی بی یعنی کاست Breakdown Structure استراکچر خب که شبیه همون WBS هست فقط اینجا علاوه بر اینکه نام فعالیت ها رو نوشتیم هزینه ای که اون فعالیت هم واسه ما داره رو می نویسیم. خب با نمودار سی بی اس که آشنا شدیم بیشتر واسه بودجه بندی به کار میره که بعدا در موردش صحبت میکنیم حالا گام های مدیریت هزینه به چه صورته ما ابتدا یه برنامه مدیریت هزینه می که به صورت کلیه و تو اون خط مشی ها و چارچوبهای های اصلی رو ترسیم میکنیم و میگیم ما باید چه نرم افزاری چه نرم مدیریت هزینه متنوعی وجود داره که خب حالا تو کسب و کارها نرم افزار حسابداری که زیاد اینجا مثلا استفاده میشه مثل همکاران سیستم رو نمیخواستم اسم ببرم هستش و خب یه سری از نرم افزارهای دیگه ولی خب تو دنیا سس هست و اوراکل فکر میکنم داشته باشه نرم افزارهای خیلی معروفی وجود دارم با این قضیه اونو تعریف میکنه حالا ما تو اینجا از MSP میخوایم استفاده کنیم MSP یک نرم افزار مدیریت هزینه نیست اما میتونه کلیات رو واسه ما نشون بده و خب ما از اون بتونیم واسه پروژهمون استفاده کنیم مخصوصا واسه گزارش دهی و کنترل هزینه ها اما واسه برآورده هزینه ها خب چیزی به ما نمیده در برحاله بعد که ما سیاست های کلیمون و علت اصلی استفاده از مدیریت هزینه رو مشخص کردیم در مرحله بعد برآورد هزینه رو داریم برآورد هزینه همون کاری که توی سی نشون دادیم گفتیم به ازای هر فعالیت میایم هزینه ها رو تخمین میزنیم تو اینجا هم ما تو این مرحله هم ما میایم فعالیت ها رو تخمین میزنیم که چقدر هزینه دارن هر کدام از اینا هزینه تک تک فعالیت ها رو تخمین میزنیم که پی ام باک هفت روش باسه اون پیشنهاد داده که یکی از روش هایی که دوستان عمرانی خیلی از اون استفاده میکنن متر و برآورد هستش که به اون خواهیم رسید تو مرحله بعد وقتی که ما برآورد کردیم هزینه ها رو میایم بودجه بندی میکنیم خب یعنی چی بودجه بندی میکنیم با استفاده از همون اه, WBS میایم اول CBS رو تعریف میکنیم میگیم اوکی الان پروژه من چقدر پول لازم داره حالا یعنی در واقع از فعالیت ها میریم بالا دیگه فعالیت ها رو که برآورد کردیم میریم تا کل پروژه میگیم آقا کل پروژه من اینقدر پول لازم داره و اینقدر تعبیه بشه اینقدر سرمایه واسه اون بشه و بعد اه, از طریق این CBS که میدونیم اه, چقدر پول و سرمایه باسه هر سامری تسکا یا تسکای مادر لازم داریم میگیم بر اساس اون توضیح زمانی بودجه هم تعریف میکنیم میگیم آقا تو این زمان اینقدر بودجه من لازم دارم اینقدر سرمایه لازم دارم و, شب و توی نمودار گانت تعریف میکنیم و اون وقتی که میتونیم بفهمیم که چقدر سرمایه در چه زمانی لازمه که طبیعه بشه تا ما با کمبود بودجه مواجه نشیم و بتونیم سرمایه سرمایه پروژمون رو به موقع انجام بدیم ما نمیایم بگیم که اوکی پروژه من اینقدر بودجه لازم داره من اول باید بانکم پول پول باشه تا بتونیم این پروژه رو استارت بزنم نه ما تو طی زمانی که مثلا یک سال یا دو سال پروژه قراره طول بکشه اونو توضیح میکنیم و پخش میکنیم و بر اساس اون بودجه بندی میکنیم بعد اینکه بودجه بندی رو انجام دادیم و قرارش گذاشتیم که تو چه زمانهایی چه مقدار سرمایه و صرف چه کارهایی بشه تو زمان اجرا میایم دیگه کنترل میکنیم تو این قسمت میایم میبینیم که آیا اون مقدار بودجه‌ای که میخواستیم در زمان معین اومده یا نیومده اگر نیومده که خب باید اصلاح کنیم اقدامات اصلاحی انجام بدیم و دوباره پیش رو انجام بدیم آیا اون مقداری که گفتیم خرج شده بیشتر شده کمتر شده که اصولا خب بیشتر خرج میشه دیگه و میایم از طریق کنترل هزینه ها که ارن هستش حتی پیشرفت پروژمون هم میتونیم بسنجیم که بعدا با اون آشنا میشیم خب از توجه شما سپاسگزارم در جلسه بعدی میایم در مورد برآورد هزینه ها صحبت میکنیم و بعد بودجه بندی رو میگیم و بعد بودجه بندی میایم نحوه وارد کردن هزینه ها توی ام رو مشاهده میکنیم امیدوارم موفق و معید باشین خدا نگهدار